دشمنای ما و دشمنای افغانستان به عناوین مختلف در بین ملت ما دشمنی مندازند. ببینین که هیچ مبرر شرعی برای جنگ های احزاب وجود نداشت. هیچ مبرری، هیچ عالمی نمیتونه برایش جواز بده جنگ هایی که در بین احزاب اسلامی در طول جهاد افغانستان شد. همش حرام و ناروا بود، ولی با تاسف که صورت گرفت. بعد از او که در داخل کابل شدیم، با جنگ های ناروا و حرام صورت گرفت و هویت ما را، جهاد ما را و ارزش ما را به خاک یکسان کرد. بعد در جنگ نو داخل شدیم، جنگ های قومی، جنگ های سلیقوی، عالی جنگ های فکری را بر ما شروع کرد، جنگ های مذهبی را شروع میکنه. با صدها عالم در افغانستان، تو حنفیستی، تو سلفیستی، تو پنجپیریستی، تو صوفیستی، زمینه قتلشان را دشمنان خدا مساعد میکنه، باز به دیگهش میه که میبینی فلانه تو را زد. سلفی کشته میشود، باز امو شیطان های خبیس میاین پیش علمای سلفی و میگن که صوفیا شما را کشت، فلانه شما را کشت، نامش را برش میگیره. بعد از صوفیا کسی کشته میشود، باز میگه شما را سلفیا کشت، فلانه کشتید، دلائل برش پیش میکنه و ما عملا مشاهده میکنیم. بعد میبینیم که یک حنفی را میکشه، میگه تو را فلانه کشت. یک مجاهد میکشه، میگه تو را فلانه حزب کشت، تو را فلانه قمندان کشت. در حالی که ما و شما میدانیم اون ملت افغانستان که کلش دسائس دشمنانه صفاکانه از این خطا و از این مرز و بوم و از این دین است. چه تو مسلمان کلمه لا اله الا الله بگوید و او جرأت از این را بکنه که دستش به خون مسلمان آلوده شود؟ چگونه مؤمن بوده باشد، مسلمان باشد و بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله و او در داخل مسجد مسلمانایی که لا اله الا الله میگوید و به نماز بیاید اونا را به قتل برساند؟ چه مسلمانی بوده باشد، چه روی به خدا و به پیغمبرش دارد، انسانی که دستش را بلند میکنه الله اکبر و او را به مرمی میزند؟ من نمیدانم. این دشمنان سکفاک از این خاک و از این دین و از این هویت ما میخواهد که به قتل علما، به از بین بردن مساجد، به از بین بردن جایی که امنترین جای امت اسلامی است، جایی که در اوج قوم نیست، جایی که در اوج حزب نیست، جایی که در اوج رنگ نیست، جایی که در اوج نماز نیست و هر کسی که اول آمد جای از اموست، اما تو جای مقدس را، اما تو جای پاک را، اما تو جای ایمانی را بر ما ببم میگیرد و انفجارش میدهد و مسلمان ها را از بین میبرد. ما به این باور دارم که کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید چون این کار ظالمانه و وحشی را نمی کند، بلکه امی ایادین از این دین و دشمنان از این دین و دشمنان از این مرز و بوم چنان جنایت را در حق مردم افغانستان کردن و می کنند. ما بسیار زیاد متأثر شدم که خدایا انسان در روز جمعه به خاطر خدا بیاید و تو برش بم بگذار، اونها را به شهادت میدی. چه دلیل شرعی داری؟ چه مبرر شرعی داری؟ ارزش ها و اختلاف فکری، همین گفه امام شافعی است که شاید در یک قضیه ما تو اختلاف داشته باشه، ولی بسیار چیزایی است که ما تو با هم اتفاق داره. از یک کشور هستیم، از یک مذهب هستیم، از یک قوم هستیم، از یک دین منتسب هستیم، برای اصلاح و دعوت با هم یک جا کار میکنیم. پس اختلاف نظر نباید یکی دیگر را از هم دور بکند و این را به کینه بکشاند، به کدورت بکشاند و بالاخره گب را به این بکشاند که یک دیگر را باید به قتل برساند. بنان هدف مزی پیامم این بود که عزیزای این کار را پیام دینی نده و این قتلهای ناروا و شوم را و ظالمانه را این را بعد دینی نتین، بعد مذهبی نتین، بعد فکری نتین، بلکه کلش دسائس دشمنان از خاک و از دین است که زمینه مساعد میگن تا مسلمان ها از هم دیگری دور شود، کدورت در بین ما ایجاد شود، عدم تحمل در ما ایجاد شود.
کار دشمنای خدا است. بنابراین من میگم که خداوند متعال آنانی که امروز شهید شدند رب العالمین شهادتشان را بپذیرد. خداوند متعال از گناه و خطاهایشان درگذرد. رب العالمین فرزندانشان را صالح بکند و اجر جزیل را خداوند متعال به وارثینش عطا بکند. این بدبختی و این جنایت را پروردگار عظیم کسایی که عاملش است در دنیا و آخرت اونها را ذلیل و خوار بگرداند. سبحانك اللهم و بحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.